من تجربه خوبی داشتم. چی جالب. من حالا خیلی دوست دارم ببینم فاطمه با شما صحبت بکنه، اشکال نداره اگه هست، اگه جفتتون راضی باشین. نظرتون چیه؟ من مشکلی ندارم. من اتفاقا من این سوالی از ایشون داشتم راجع به زن شوهرداری که گفتن که ایشون احساس رضایت میکرده. ببینید هر چیزی یه دوا و درمانی داره. خب اینکه اون لحظه احساس رضایت میکرده اون خانوم، بله اون لحظه خوشنودی بهش داده شده، اما آیا فکر نمی کنید عدم رضایت جنسی اینها باید مراجعه کنن زن و شوهر کاپل برن به سکس تراپی؟ هر چیزی راه حلی داره، میدونید؟ یعنی اون راه حلی که ایشون اومده پیش شما یک راه حل بسیار در کوتاه مدت باعث رضایتش شده، باعث ارگزمش شده، اما در طولانی مدت خانوادهش رو احتمالاً فرزندانش رو سیستم خانوادهش پاشیده میشه. در طولانی مدت ما باید ببینیم در طولانی مدت اون کاری که داریم میکنیم چه فایده ای داره. فاطمه جان من دقیقاً نمیدونم که الان اون شخص یا اون اشخاص الان در چه شرایطی هستن، برای اینکه اطلاعات اشتباهی بهت ندم، ولی یه چیزی رو میدونم. اینکه میگم اصولا من زیاد مثلا اینطوری نبود که کنجکاو بخوام باشم، برای اینکه دلیل داشتم برای خودم نه به خاطر اون افراد. اتفاقا اونا خیلی دوست داشتن تعریف کنن و اینا، برای اینکه من دوست نداشتم مشکلات مردم دغدغه بشه برام، برای اینکه خودم به اندازه کافی دغدغه و اینا داشتم، دوست نداشتم درگیر بشم. ولی در موردش اون شخص من اینو دقیقا میدونم که به من میگفتش که 15 ساله که ازدواج کرده با این شخص، با این آقا، عاشق شوهرش بود، دوتا فرزند داشت، عاشق زندگیش بود، ولی به هیچ عنوان دوست نداشت زندگیش از بین بره، ولی میگفتش که من احتیاج به این موضوع دارم، ولی از اون طرف چیز نمیشم، این اوکی نمیکنه منو، دوست ندارم زندگیم از هم بپاشه. حالا اینکه باید میرفتن، شاید بقیه شما میرفت، من دکتر نبودم که، به هر صورت میگفت ولی این عاملی شد از زمانی که من دارم این کارو میکنم، به هر صورت نه فقط صرفا با من، خب قبل از منم افراد دیگه ای هم بوده دیگه این بوکش میکرد. بله سام عزیز، این زنده مسئولیتش. بذار داش تمام یه لحظه مفاطمه، بذار جملهش تموم شه یه لحظه، من خواستم ببینم چی میخواست بگه. گفت بعد چی؟ گفت من فکرم تموم شد. نه بعدش خب قبل از منم 100% بعد از منم این راهو ادامه داده، ولی میگفتش که این عاملی شد که من تونستم، برای من تعریف کرد، میگفت از سال 4 و 5 ازدواجمون به بعد دیگه عملا این مشکل برامون به وجود اومد، ولی اون زمان نزدیک به 10 سال بود که این شخص داشت این کارو میکرده و این عامل این شده بود که این جدا نشه از شوهرش و زندگیش ادامه پیدا بکنه، بچه دار بودن و این صحبت. حالا نمیدونم که شوهرش این موضوع رو میدونست یا نه، ولی یه سری کلاب ها هست اینجا، سینگل کلاب بهش میگن اینجا تو آلمان، نمیدونم حالا همه جا هست فکر کنم اینا، که حتی زن و شوهرها با هم میرن، یعنی زن و شوهرها میرن عاشق هم هستن، ولی خب هست دیگه. آره ما اینجا بگیم سینگل کلاب بهش میگن، میرن اونجا عاشق هم هستن، ولی میرن این مشکل صرفا جسمی نگاه میکنن به قضیه فکر کنم. ولی این خانم که خیلی راضی بود، یعنی از نحوه و این انتخابی که کرده بود راضی بود، ولی شاید شما حق دارین، باید میرفت دکتر. من یک کامنت هم بگم صحبت ببخشید، من برعکسش هم آخر بعضی وقتا هستش، من حتی تو اروپا هم دیدم که سه خانومه که این شکلی شما گفتین انجام میدن، بعد میدین این طرف با آقاهای با همسرش مشکل دیگه نداره و اونم اتفاقا حاضر نیست بیاد سکس تراپی. میگه من خودم که از رابطم با تو لذت میبرم، اینم که تو لذت نمیبری رو مثلا من میتونم انجام بدم، مشکل توی که لذت نمیبری و چاره ای نمیمونه جز این که مثلا جز داشته بعضی وقتا تو اینجور شرایط. و وقتی یه به قول معروف سکن اپینین مثل شما، مثل شرایط شما ایجاد میشه، باعث میشه که اون مشکلش حل بشه و بتونه خانوادهش رو که دوست دارن و اون مشکلی که داشته دارن. دقیقا دیگه منظور منم همین بود، یعنی دقیقا با این قضیه خانوادهش رو سیف کرده بود، بچه داشت، خیلی خوشبخت بودن و همه مسائل. ولی باز من یه جایی هم اول صحبتام گفتم، من خودم برای پرنسپی داشتم مثلا اگر احساس میکردم داره یه رابطه عاطفی به وجود میاد، از چون خانم یکی از دوستام خوب حرفه، خانم اصولا انسانای عاطفی هستن، یعنی که باید اون قضیه داشته وجود داشته باشه، بعد من دیگه رد میکردم اون آفرا رو نمیگرفتم. من فکر میکنم که یه مشکل هست که مثلا بعضیا فکر میکنن مطلقا این بده، مثلا فاطمه، خب حالا به نظر میرسه اینجوری داره میگه، خب بعضی هم فکر میکنن این مطلقا این چیز خوبیه، ولی من فکر میکنم جوابش مثل همون چیزی که نمیدونم کی بود، بهار بود داشت میگفتش که بستگی دارد. خب یعنی خاکستری مطلق، خاکستری مطلق. یعنی آره، یعنی شرایطی هست که میتونه بسیار مضر باشه، شرایطی هم وجود داره که میتونه مثلا هیچ مشکلی نداشته باشه. فاطمه بگو.
الان آقای آرش گفتن که انگار یه قضاوتی کردن از شوهر این خانم، یعنی شوهر خانم هم نمیاد پیش سکس تراپیست، نمیاد درمان. نه گفتم شما یه قضاوتی کردین. نه آخه دارین حرف منو تغییر میدین، اینو میشه پهلوان پنبه، مغلطه پهلوان پنبه. شما خودتون یه قضاوتی کردین، گفتین که آره این میتونسته بره پیش سکس تراپیست، این با این کار شما اینو ازش گرفتید. گفتم همیشه هم نمیتونه این باشه، ممکنه هم این شکلی باشه. من قضاوت نکردم، احتمالات رو بررسی. خب اولا که این حرفای من هیچ انتقادی به آقای سام نیست، من اصلا منظورم شما آقای سام نیستید، من موردم همین خانومه. این خانم خیلی آغوش خانوادهش رو دوست داشته. چند نفر از 10 تا مرد اروپایی، آن مرد آلمانی، اگر بفهمن خانومشون همچین کاری میکنه، بازم اون خانواده رو نگه میدارن، بازم اون روابط زناشویی رو نگه میدارن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که این خانوم با این کار اتفاقا در کوتاه مدت لذت میبرده، در بلند مدت این همسرش ممکن بوده بالاخره بفهمه، یک روز فایند اوت کنه و بالاخره چیه، این خانواده از هم میپاشیده. پس رفتارش به نظر بله ممکنه درست و منطقی نبوده اصلا. بله ممکنه، حرف شما درست. بله اینا جمهوری بی خدایان.